خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بیریا سیلیکون ولی و از طریقش هم که جانه تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز نازنین و گرامی هستم. امیدوارم این تو دهنه‌ای که آقای خامنه ای امروز خورد ترشحاتش به شما نرسیده باشه. عجب تو دهنه‌ای خوری آقای سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب کبیر خمینی کبیر. بابا هرچی کبیر مبیر بود به اینا بستن، معظم و کبیر و ولی که بچی دنیا زد تو دهنشون. بعضی وقت میگن که آقا چرا خارجی ها، دولت های خارجی کمک نمی کنن به مردم ایران که این رژیم رو براندازن. والا دولت ها رو ولش کنید، مردم رو بچسبید. امروز یک جریان مردمی طوفان کرد، جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی تعلق گرفت. تبریک خانم محمدی، نرگس خانم محمدی، درود بر شما، درود، سلام، هر چی که دلتون بخواد برای شما. چه کاری شد کارستان؟ ببینید چی بگم خانم آقایان، این خانم کاری کرد که در واقع در دنیا صداش در اومده. جایزه صلح نوبل به هر کسی داده نمیشه، فقط به آدمایی که واقعا برای صلح و آرامش و تساوی حقوق بشر زحمت میکشن. و در دنیا این همه 7-8 میلیارد جمعیت کره زمین که شاید 4 میلیاردش کمتر و بیشتر زن باشن، به نرگس محمدی ایرانی تعلق گرفت. نرگس محمدی که نه چی میگن سر پیازه، نه تای پیاز، نه مقامی داشته، نه رئیس جمهور بوده، نه نه رهبر گروه خاصی بوده، ولی که جون و زندگی و همه چیزش در اختیار مردم ایران قرار داد و رفت کاری که اصلا به اون شاید مربوط نبود، داشت زندگی خودش میکرد، برای علم مبارزه رو در دست گرفت و سالیان ساله که میبرندش و میارندش و الان هم تو زندانه. و این کاریست بود که واقعا شایسته زن ایرانی بود در سال زن زندگی آزادی و این در واقع تکمیلش کرد. این جایزه نوبل تکمیل کرد مبارزه شما مردم ایران رو. من دیگه از این خوشحالتر روزی نبودم، باور بفرمایید. یک خوشحالی معنوی عجیبی سر تا پای وجود منو گرفته. یک زن ایرانی در سال زندگی آزادی جایزه نوبل گرفت. خانم آقایان، مبارزه به نتیجه رسید، صدای شما را در صحنه جهانی جایزه صلح نوبل مردم دنیا شنیدن. از این تبلیغات بزرگتر دیگه نمیشه. حالا من میدونم اون آقای شریعت مداری روزنامه کیهان یا اون یکی صدا و سیمای نمیدونم فلان میگن آقا این جایزه فرمایشی بود. بله 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 فرمایشی بود، درست میفرمایید. ما فرمان دادیم، زن ایرانی فرمان داد که این جایزه رو بهش بدن. اگه زن ایرانی پارسال امسال به پانه میخواست، امکان داشت که جایزه رو بدن؟ امکان داشت؟ نه. کاری کردیم کارستان، در نتیجه فرمان دادیم، دستور دادیم به جهان، به جایزه صلح نوبل فرمایش کردیم که این جایزه رو به ما بدن. بله فرمایشیست، از این بهتر چی میخواید؟ این فرمان زن ایرانی و مرد ایرانی بود که جایزه نوبل را باید به او داد، به نرگس محمدی. واقعا کار عجیب و غریب بود در این سال. من تمامش فکر هر چیزی رو به تصور بکنید میکردم جز اینکه جایزه صلح نوبل رو
به یک زن مبارز بر سال زن زندگی آزادی بدن. من یکی مات شدم، متحیر شدم. عجیبه، چه قشنگ، چه به موقع، چه درست، چه درست. زنی که در گوشه زندان الان جایزه صلح نوبل رو برده، مدیر جایزه صلح نوبل آرزو کرد که جمهوری اسلامی آقای خامنه ای اجازه بده که نرگس محمدی بیاد در سوئد و خودش جایزه بسیار یونیک استثنایی خودش بگیره، جایزه صلح نوبل رو. ولی که کمیته صلح نوبل غافل از این هستن که اصلا امکان چنین چیزی وجود داره که خامنه ای، آخوند خامنه ای اجازه بده که یک زن از زندان آزاد بشه و بیاد و بره جایزه صلح نوبلش رو بگیره. خب این جمهوری در واقع این کمیته صلح جایزه نوبل در واقع نمیشناسن آخوندار رو که بدونن که چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست، چنین چیزی اصلا در ید قدرت آخوندار نیست. اونا هرگز و هرگز و هرگز نمیتونن چنین چیزی رو به چشم ببینن که یه زنی که تو زندان انداختندش حالا به روی صحنه جایزه نوبل و اونجا جایزه خودش بگیره و احتمالا دو تا شعارم علیهشون بدن. اینا برای این کارا ساخته نشدند، آخوندا برای چنین شرایطی اصلا درست نشدند، فکرشم نکردند و فکرشم نمیتونن بکنن. اجازه بدید که از همین جا، از همین تریبیون درود مجدد بفرستم به تمام زنان ایران، به تمام مردان ایران مبارز که تونستن به اینجا برسن که جایزه صلح نوبل بهشون تعلق بگیره. این جایزه تنها برای نرگس محمدی نیست، برای تمام دختران و پسرانی است که در مبارزه بودند و هستند. مبارزی شدید، تنگاتنگ، مبارزی خانمانه، بانوان با آخوندهایی که با پشم و ریش در صحنه است، عبا و نعلین در مقابل موی زلف خانم ها و مبارزه در واقع از اونجاست، در اونجا سمبولیکه، یک مبارزه سمبولیک، حداقل نشانش سمبولیکه. موی سر آخوندها، تمام هستیشون این موی سر زناست. دشمن بزرگ آخوندها موی سر زناست و میبینیم که آرمیتا هم آخر قربانی ماجراست که هنوز در کما به سر میبره و البته در دنیای مجازی صحبت ها خبرهای اینی که جان به جان آفرین تسلیم کرده، اما من گزارش رسمی هنوز ندیدم. به هر حال از مهسا شروع شد و تا به امروز با آرمیتا گراوند ادامه داشته و پیوسته، این مبارزه پیوسته است، یک دم و یک لحظه خاموش نشده و امروز دنیا به ما افتخار میکنه، دنیا به زن ایرانی افتخار میکنه. دنیا سمبلش امروز نرگس محمدی بود، نرگس محمدی که در دهلیز و در دهلیز جمهوری اسلامی آخوندا گرفتاره. حالا تصویر من میبینم که اردلان رو هم میبینم، اردلان مقدم، و حتما در مورد این مسئله با اردلان و احتمالا با بیژن مهر صحبت خواهیم کرد. و آقای فؤاد پاشایی پیاماش من روی صفحه تلویزیون دیدم که مرتب دارن پیام میفرستن که متاسفن که نمیتونن بیان. اشکال نداره، دوستان جای خالی آقای فؤاد پاشایی رو پر میکنن. اجازه فرمایید چند پیام بازرگانی با هم دیگه ببینیم و برگردیم و بپردازیم به دنباله برنامه. با ما باشید. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry
Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف فینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف فینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. کیترینگ لیلا در شمال کالیفرنیا از بی ایریا تا ساکرامنتو در خدمت شماست. با خدمات مجالس ما نگران پذیرایی از میهمانان خود نباشید، بلکه خود همچون میهمان لذت ببرید. تلفن 916-996-2719. وبسایت leilacatering.com. Unique sophistication and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones. خب با سلام مجدد برمیگردم به خانم‌های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما، خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی. خب امروز مسئله عمده در واقع همین جایزه صلح نوبلی است که خانم نرگس محمدی برده و به اتفاق بزرگ و تاریخی. الان روی صفحه تلویزیون در واقع شما آقای اردلان مقدم رو خواهید دید که من خدمتشون عرض سلام دارم. سلام خدمت شما.
آقای مقدم، این جایزه چه اثری میتونه داشته باشه؟ ببینید، دیدگاه من یه خود با دیدگاه شما فرق میکنه. از نظر من اینها جایزه رو مشخصا به کسانی دادن که طرفدار دخالت خارجی در ایران هستن و از یک سری حرکات اصلاح طلبان دفاع میکنن. اگر شما دقت بکنید، قبلا همین جایزه به خانم شیرین عبادی تقدیم شد و هیچ تأثیری هم نداشت، نه به رژیم تأثیری گذاشت و نه خانم شیرین عبادی فعالیتاش طور دیگه شد. حتی بعد از جایزه به ایران برگشت، هیچ مشکلی هم نداشت، رژیم هم با ایشون کاری نداشت. و اینجور جوایز تا موقعی که این شخص نقش اساسی در وضعیت کشور خودش نداشته باشه، هیچ تأثیری نداره، هیچ فایده‌ای نداره. واقعا من نمیدونم الان این جایزه به خانم نسرین محمدی چه تأثیری میتونه در مبارزات مردم ایران داشته باشه. و افتخار کردن به این جایزه که ایشون بردن مثل همون افتخاری میمونه که آقای اردشیر زاهدی به قاسم سلیمانی میکرد بعد از مرگش، که قاسم سلیمانی سرداری بود و فرمانده بزرگی بود و این حرف. ما به این نباید دقت کنیم، به این نباید بسنده کنیم که این جایزه رو یک ایرانی برده. باید دقت کنیم که چه تأثیری در زندگی ایرانی ها و در آینده ایران میتونه داشته باشه. شما ببینید همین الان مگه همین کسانی که در رأس رژیم نشستن و ایران رو دارن به فلاکت میکشونن مگه ایرانی نیستن؟ این ایرانی بودن و این عرق ایرانی زیاد نباید برامون بدون توجه به عاقبت ایران، منظور من نه اینکه نباید اصلا برامون ارزش داشته باشه، ولی بدون توجه به آینده ایران و نقش این اشخاص در آینده ایران برامون زیاد بزرگ بشه. این نقش رو نباید زیاد بزرگش بکنیم و باید خیلی برامون مهم باشه که این حرکات و این اوضاع، این وضعیتی که پیش میاد چه تأثیری در آینده ایران و در زندگی مردم ما خواهد داشت. خب ببینید، الان خانم نرگس محمدی در واقع الان یه وزنه ایه و آدم معمولی هم نیستش که به اصطلاح، البته مثلا در مورد شیری، خانم شیرین عبادی فرمودید، من نمیدونم رفته ایران یا نرفته، نمیدونم اینو واقعا نمیدونم، ولی که خب خانم عبادی به اصطلاح یک وکیلی بود که از کسایی که در نمیدونم اسیر جمهوری اسلامی میشدن دفاع میکرد، ولی که این خانم در واقع یک مبارزه چی میگن، یه مبارزه آشتیناپذیری رو از اول با جمهوری اسلامی داشته و به طوری که بعضی ها، من متوجه شدم که بعضی ها نگران این بودن قبل از حتی این جایزه که خانم نرگس محمدی بگیره، جایزه صلح نوبل رو، بسیاری از سازمان ها و گروه ها و تشکیلات و اینا نگران بودن که نکنه خانم نرگس محمدی بخواد رهبر آینده مملکت بشه و حتی گفتن که اینه دارن کاندیدش میکنن برای ریاست جمهوری آینده رژیم دیگه در ایران. خب ببینید، نرگس محمدی آدم معمولی نبوده، یعنی یه چهره نبوده که ناشناخته باشه، وزنی نبوده باشه و یه دفعه این جایزه صلح نوبل رو بگیره. به نظر من این الان اصلا نمیخوام مقایسه کنم، حالا بعد این میگم این سوء تفاهم به وجود بیاد که من دارم یک کسی رو با یک کسی دیگه مقایسه میکنم، اصلا ربطی ندارم هم دیگه، ولی که این تقریبا یه شرایطی داره مثل نلسون ماندلا و دو خانمیست، به اضافه اینکه حالا اون سیاه پوست بوده، این یه خانمیست صاحب فرزند در زندان، سالها در زندان، و این به نظر من یه اعتبار خاصی به این خانم میده، به همین راحتی نیست که چی میشه. به نظر من یه اعتبار بین المللی به این خانم میدن. نظرتون چیه؟ خب باید بگیم که این خانم خودش نظراتش راجب آینده ایران چیه؟ به فرض که ایشون اعتبار خاصی هم گرفت، خب چیکار میخواد بکنه؟ ایشون در آینده ایران اگر کاری بشه چیکار میخواد بکنه؟ شما اگه دقت بکنید
این خانم در یکی دو جا طرفدار حتی دخالت نظامی آمریکا در ایران بوده. خب ما چطوری به ایشون امید داشته باشیم؟ ایشون رو یه چهره ملی بدونیم. وقتی کسی امیدواره که با تحریم ها، حتی تحریم ها رو تایید میکنه، تحریم هایی که منم در مورد رژیم اگر تحریمی باشه منم تایید میکنم، ولی برخی از این تحریم ها برمیگرده به تنبیه ملت ایران، اون تحریم ها رو نه ما تایید نمیکنیم. همونطور که در زمان رژیم صدام رو تحریم کردن، ولی آسیب اصلی رو مردم عراق دیدن نه رژیم صدام. پس باید ببینیم که ایشون نظرش راجع به آینده ایران چیه، یا آینده ایران چطوری میخواد به اصطلاح پیش بینی بکنه، آینده ایران چطور میخواد بسازه، آیا ایشون اصلا قدرت این رو داره که آیا نقشی در آینده ایران داشته باشه. هر کسی که فعال سیاسی هست، فعال اجتماعی هست، الزاما این نیست که قدرت رهبری و قدرت سازندگی و قدرت پیشبرد کشور رو داشته باشه. اینا رو نباید با هم اشتباه بکنیم. بعضی وقتا ما احساساتی میشیم و این چیزا رو با هم قاطی میکنیم. نه ببین هر دارن جان، این مسئله به نظر من اینجوری نباید نگاش کرد. مسئله اینی که حالا یه آدم معمولی اصلا قدرت اداره کشور رو نداره، قرار نیست که مثلا حالا بعضی از یادم از یک دو سال پیش میگفت آقا اینو زیاد تبلیغ نکنید، گروه های مختلف ها تبلیغ نکنید روش، چون این دارن بزرگش میکنن که رئیس جمهور بشه فلان اینا. اصلا از این مسئله بیاد بیرون، یک زن ساده ایرانی در حال مبارزه با جمهوری اسلامی از حداقل نظر سمبولیک اون رو بهش بزرگترین جایزه یه چی میگن صلح نوبل رو میدن، اسمش بذاری دیگه بی خودیه، به خاطر تلاشای انسان دوستانش. خب به هر حال فکر کن این جایزه رو مثلا به همین خانم آرمیتا دختر 16 ساله کردن در کماس میدادن. خب این به رسمیت شناختن مبارزه ملت ایرانه. قرار نیست خانم آرتیما وقتی از کما اومد بیرون جمهور بشه. به نظر من این بیشتر وشه میده به مبارزه و تایید میکنه تلاشه که در درجه اول خانمهای ایرانی میکنن و بعد با پشتیبانی مردها. اینی که نمیشه ازش نادیده گذشت. اینو در واقع دارن اینها یه جهت میدن اتفاقا به مبارزه، یعنی دارن یه اشخاصی رو توی این مبارزه به قول انگلیسی بولدشون میکنن. چرا افراد کمتری داریم از خانم کوچکتری داریم از خانم نرگس محمدی، اشخاص دیگه ایرم داریم، ولی یه اشخاص رو میان بزرگشون میکنن. مگه کم بودن کسانی که در راه ایران اقدام میکردن اصلا اسمی ازشون برده نمیشه، هیچ اسمی برده نمیشه؟ مگه فقط ایشون الان توی زندانه؟ حالا من ضدیتی هم با ایشون ندارم، من نمیگم که ایشون آدم بدیه یا چیز، ولی میگم که هدف ایشون سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، هدف ایشون تغییر جمهوری اسلامیه، تغییر رویه دادن به جمهوری اسلامیه، در جهتی که خود غربم داره اینو تبلیغ میکنه و خود غربم اینو میخواد. یعنی ایشون داره در جهت منافع غرب با جمهوری اسلامی دشمنی میکنه، نه در جهت منافع مردم ایران. والا نمیدونم، این واقعا روش شک دارم. شما میفرمایید که مثلا یکی از نقاط ضعف این بوده که چرا آمریکا حمله نکرد، حمله نظامی به ایران نکرد، چرا نمیدونم از تحریم‌ها دفاع میکنه. ببینید خب خیلی از مردم ایران، خیلی از ایرانی ها حتی همین الانش هم آرزو دارن که آقای ترامپ برگرده، چون به این خیال هستن که ترامپ اگه برگرده به ایران حمله میکنه. یعنی تنها کسی که الان تو این جمع و تو این سیاستمدار آمریکایی بهش اعتقاد دارن این آقای ترامپه، که میتونه یه کار به اصطلاح حرکت نظامی بکنه. و تحریما به هر حال تنها سلاحیه که به هر حال من معتقدم کار نمیکنه، کارم نکرد. مگه برای کوبا کار کرد؟ مگه برای کره شمالی کار کرد این تحریما؟ قبول دارم کار نمیکنه، ولی که این یک کاریه که همیشه آمریکایی‌ها، غربی‌ها در مقابل به اصطلاح کسایی که باشون دشمنی میکنن از این حربه استفاده میکنن. ولی که این تنها نرگس محمدی نیست که
معتقده که تنها راهی که میشه جمهوری اسلامی را از بین برد حمله نظامی غربه. بعد این تضاد داره با اون حرف شما که میزنید که نرگس محمدی نمیخواد که این رژیم از بین بره، بلکه میخواد تغییرش بده. پس برابره اونور قضیه میگید که دوست داشته غرب به ایران حمله کنه، یا در تضاد هستن؟ من منظور شما نفهمیدم آقای مقدم. ببینید، غرب به ایران حمله بکنه برای اینکه اولا که خانم نرگس محمدی یه توضیح از اول بدم، ایشون از گروه اصلاح طلبا بودن، از اولش با اصلاح طلبا بودن و اینها از اینی که میخوان که الان به اینجا رسیدن که آمریکا به جمهوری اسلامی حمله بکنه، نه برای نابودی کل سیستم جمهوری اسلامی، بلکه برای حمایت از جناحی که اینها درش شرکت دارن. اینها نمیخوان که جمهوری اسلامی نابود بشه، آمریکا هم نمیخواد که جمهوری اسلامی نابود بشه. رفتن جمهوری اسلامی برای آمریکا ضررش خیلی بیشتر از بودنشه. با بودن جمهوری اسلامی هم اسرائیل داره سود میبره، هم آمریکا داره سود میبره. چرا باید جمهوری اسلامی رو از بین ببره؟ بلکه میخوان فقط آرومش کنن، رامش کنن و کاری بکنن که در جهت منافع اینا خیلی آرومتر حرکت بکنه. اگر حتی جناحی درش هست که بی برنامه است، اونو با برنامهش بکنن. همین، چیز خاصی نمیخواد آمریکا. ترامپ هم که این همه مردم ایران فکر میکنن میخواد جمهوری اسلامی رو عوض کنه، ترامپ هم بارها گفت قصد ما تغییر نظام جمهوری اسلامی نیست، تغییر حکومت نیست، ما فقط میخواییم که جمهوری اسلامی تغییر رویه بده. حالا چون اون جناح جمهوری اسلامی نمیتونه تغییر رویه بده، اینها میخوان با یه حرکت نظامی یا با یه تحریمی اون یکی جناحی که میتونه تغییر پیدا بکنن و بیارنش، که همون جناح اصلاح طلب هاست یا یه چیزی شبیه اصلاح طلب ها که هر لحظه ممکن از آستینشون بیاد بیرون. والا حقیقتش اینه که مشکل جمهوری اسلامی، حقیقتش اینه که گرفتن، یعنی حل مسئله جمهوری اسلامی و به نظر من بودن جمهوری اسلامی، مشکل این نیست که خانم نرگس محمدی جایزه صلح نوبل رو گرفته. ببین، من حقیقتش اینه که زمانی هم که شیرین عبادی جایزه صلح نوبل رو گرفت، من دیدم خیلی مخالف بودن، خیلی خیلی، حتی سازمان‌های اپوزیسیون هم مخالف بودن. حتی من اصلا دقیقا میتونم اسم ببرم، مثلا سازمان مجاهدین خلق مخالف بودن و و و و در حالی که من نظرم اینه که هر حرکت یه جامعه بین المللی برای شناخت مبارزات ملت ایران انجام میده و قدمی برمیداره، این به نظرم مفیده. این رو نمیشه که به اصطلاح به نفع جمهوری اسلامی دونست و بر خلاف از ضد ملت ایران. حالا شما میفرمایید این خانم اصلاح طلب بوده یا نبوده فلان، به هر حال خانمی که الان تو زندانه و یک قدم از جمهوری اسلامی جلوتر بوده، حتی اگه اصلاح طلب بوده، اصلاح طلبی هم گرد بردم. به نظر من باید مثبت به این مسئله نگاه کرد که هر حمایتی صلح‌آمیز به این شکل از جریانات مبارزه ملت ایران میشه، باز خوشحال بود و براش کف زد. نظر شما نمیدونم، تقریبا مخالف نظر منه. خیلی خب، اجازه بدید که بریم پیام‌های بازرگانی ببینیم و برگردیم در خدمتتون هستیم. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you, because your injury is our fight.
بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استونز کریک بولوارد روبروی هاندای استونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذا و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استونز کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپر، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد، فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. دختر 16 ساله آرمیتا، این مؤذن تازه جمهوری اسلامیه، دختر 16 ساله ای که بی چادر بدون روسری، خیلی جالبه برام، نگاه میکردم از این پله برقی مترو داره میاد پایین بدون که روسری داشته باشه، باریکلا با این شامت، یعنی دختره ما یه چیزای عجب غریبی هست. من که یه مرد هستم نگاه میکنم این قیافه های کریه، این ریشوها و پشموهای لاک چالواداری صحبت کن، نمیدونم بی پدر و مادر وقتی با یه مرد روبرو میشن چی کار اینا میکنن. وای بالی به یه دختر 16 ساله و شامت میخواد، واقعا شامت میخواد. یه شو بدین دختر اپلای برقی میاد کنین.
و بعد صحنه بعدی اینه که نشون میدن که دارن بدنشو از مترو میکشن بیرون. نگاه کنیم ببینیم تصویر رو، این هم لحظه اینه که دارن میکشندش بیرون، دختره همکار دوسته تا از همکلاسیش که همراه شدن و مردی هم نیست که در واقع بتونه کمکشون کنه. ببینیم به چه سختی این دخترها بدن بیهوش آرمیتا رو میکشن بیرون، میذارن کنار تراموا مترو و یکی دو تا مسافر بودن میرن تو. و صحنه بعدی نگاه میکنیم اینو که کسی نیست توی فرودگاه و یه دفعه توی مترو یک دفعه جمعیت میاد و مثلا اورژانس میاد و میبرنش. خب میگن که درش خورده به نمیدونم هره بغل داخل مترو، کسی ندیده که تصویری ندارن که از داخل نشون، میگن چه تصویری نشون نمیدیم، میگن دوربینای داخل مترو کار نمیکرده. خیلی جالب، هر وقت هر چی میخوان همون موقع اون دوربینه خراب شده. و در مورد مهسا هم اینجور بود دیگه، قبل از که بیاد با طرف صحبت کنه که همونجور بیفته زمین، میگه خب قبلش نشون بدی توی ون که بوده، توی اتومبیل بسیج که بوده نشون بدید، میگن اون موقع دوربین کار نمیکرد. حالا هم دوربین کار نمیکرد و اینو بردن بیمارستانی رو هوای اجازه هم نمیدن کسی بره ببینتش. پدر و مادرش هم تا حالا میگن فقط یکی دو بار از پشت شیشه دیدندش. خب اگه یه حالت عادی بوده چرا قدر میترسید؟ پدر و مادر هم بردن مصاحبه باشون میکنن، در که وزیر امور خارجه آلمان میگه که ما جای وقت این نیست که پدر و مادر ببرید باش مصاحبه تلویزیونی بکنید، باید بذارید بغل بالا سر بچه‌اش باشن پدر و مادره. به هر حال وزیر امور خارجه آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم این مسئله رو تخریب کرده، گفته وحشتناکه و و و و و این پدر و مادر که در یک مصاحبه هم تلویزیونی هم که خیلی ادیت هم شده صحبت میکنن و مادره با ایما اشاره میگی که آره مثل که میگن فشارش افتاده. چیش افتاده؟ فشارش. آره مثل یه چنین چیزی فشارش، میگن خیلی با در واقع قشنگ این جمله رو میگه. نگاه کنید مترو شاده همدیگر رو ببینن. حالا اونجا که رفته بودن دخترم فکر کنم فشارش افتاده بود، نمیدونم چی بکنه، حالا گفتن فشارش افتاده. خب فشارش افتاده بود، نمیدونم چی بکنه، حالا گفتن فشارش افتاده. خب من تصاویر مترو رو دیدم، اون چیزی که مردم میگن فکر نکنم باشه. خب من خودم قشنگ تصاویر رو دیدم که مثلا چجوری افتاده. خانواده‌اش فیلم ها رو دیدن، چک کردن، بررسی شده، بعد اینا پخش شده. قبلش اول کلا خانواده اینا رو دیده. شما دیدین، همه دیدیم اینا رو اوکی بوده و این شما دیدین، همه دیدیم اینا رو اوکی بوده و اینکه دعا ایجاد قانون جنگل رو میکنه و دیگه یه چیزی به نام تمدن و هیچی ندیده. بعد در حالی که واقعا این مسئله بعدش هم گفته شده که ندیدن این فیلم ها رو، وقتی مصاحبه هم شده با پدر و مادره ادیتیش ندیدن اینا. به هر حال این مشخصه دیگه، الان دو تا از شاهدان، دو تا بچه‌هایی که یا کسایی که در اون زمان بودن به روزنامه گاردین گفتن که ما شاهد بودیم که یه خانمی اینو قلش داد، باش اول بگو مگو کرد که چرا چادر سرت نیست. آرمیتا میگه که چرا من از تو میپرسم که چرا چادر سرته، تو شق در از من میپرسی چرا رو سری سرم نیست. همین این که میگه زنه حمله میکنه بهش، خونش میده، میخوره زمین و سرش میخوره به اون اره. و جالب اینه که میگن که بچه ها میگن همون کسی که اینو خونش داده، البته بچه ها که معذرت میخوام دو تا شاهد عینی، اما خانمه تا پایین آمبولانس هم بوده و البته دخترهایی که همراه آرمیتا بودن خب میترسن دیگه، بچن دیگه، ترسوندنش. اونا گفتن که آره مثل یه دفعه خالش به همکو سرش خورد به هره. و در چنین شرایطی که ببینیم که
جمهوری اسلامی اجازه نمیده، تمام منطقه رو امنیتی ها پر کردن. یه خبرنگاری که روز اول رفته از این ماجرا گزارش تهیه بکنه گرفتن، بعد چند ساعت هم آزادش کردن. و این داستان جمهوری اسلامی و مبارزش با خانم ها چیزی نیست که تموم شدنی باشه. امکان نداره که این ماجرا آقای خامنه ای از دستش بتونه فرار کنه. اینجا در واقع گودال مرگ جمهوری اسلامی به نظر من. خانم ها در طول یک سال خورده گذشته نشون دادن که زن صحنه هستند و موندگارند و این مبارزه به اشکال مختلف ادامه میدن و واقعا یه آوردگاهی شده بین جمهوری اسلامی و خانم ها. و خوشبختانه در این مبارزه تا حدود زیادی آقایون هم حضور دارن، ولیکن این حضور آنچنان نیستش که جمهوری اسلامی رو واقعا ستونهای قدرتش رو فرو بریزه. داره میلرزه ولی هنوز پایین نیومده. وقتی پایین میاد که ملت ایران واقعا میلیونی تو خیابون باشن و از خانم‌ها دفاع کنن. الان به دلیل کشتاری که جمهوری اسلامی میکنه و بی محابا جوانای مردم رو میکشه، خب طبیعتا پدر مادرها میترسن بچه‌هاشون وارد صحنه بشن، برن بیرون در تظاهرات شرکت کنن و خودشون هم حضور داشته باشن. ولی این داستان در تمام انقلاب همینجوری بوده، در تمام تاریخ به همین شکل پیش رفته که یه زمانی با سرکوبی که دیکتاتور میکنه ایجاد وحشت و ترور و ترس میکنه، مردم یه مقدار عقب نشینی میکنن ولی یواش یواش ترسشون میریزه و وارد صحنه میشن. خیلی خب، اجازه بدید که آقای مقدم رو که امروز در واقع دوستانمون آقای بیژن مهر و آقای فؤاد پاشایی نیستن و ما تنها گیرشون آوردیم، ببینیم در مورد این نوع مبارزه زنان نظرشون چیه. آقای مقدم چی فکر میکنید در مورد ماجرای آرمیتا؟ ببینید، الان مبارزه در ایران در واقع تقسیم بندی شده. ما مبارزات کارگری داریم، مبارزات صنفی کارگری و مبارزات زنها بر علیه رژیم برای احیای حق به خودشون، حق به حقوق خودشون. مبارزه داریم بر علیه کودکان کار، بر علیه اینکه کودکان رو به کار میکشن در ایران. ولی همین مبارزه خانم ها اگر جهت سیاسی پیدا بکنه، در واقع پایان کار این رژیمه، چون خانم ها برگ برنده رو دارن در مقابل این رژیم. شما اگه نگاه کنید، حتی خمینی خودش زمانی که سال 57 تظاهرات شروع شد، در یک سخنرانی که نمیدونم شنیدین یا نه، من شنیدم، گفتش که تا زنا وارد میدان نشن ما پیروز نمیشیم. و حرف درستی بود براش، برای اینکه نقش خانم ها بسیار بالاست. خانم ها فقط این نیست که بیان جلو و خودشون درگیر بشن برای حق خودشون. خانم ها وقتی که برای احیای یک حقی بلند میشن، تربیت میکنن، در واقع پشت جبهه هم تقویت میکنن، مردها رو تهییج میکنن، میفرستن جلو، پشتیبانیشون میکنن، پشتیبانشون هستن. اینطوری مبارزه شکل جدیدی میگیره. برای همین خانم ها در امر مبارزه بسیار نقش بالایی دارن، بسیار بالا. و من امیدوارم که این نقششون رو که الان برای صرفا احیای حق خودشونه، تبدیل به یک نقش سیاسی بکنن و در سرنگونی رژیم دوش به دوش بقیه اقشار، دوش به دوش کارگران و مردان و زنان زحمتکش دیگه، بتونن رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن. برای اینکه بدون سقوط رژیم جمهوری اسلامی هیچ کس به حق خودش نمیتونه برسه. حالا این اتفاقایی که داره میفته الان، من واقعا دارم میبینم که همین شرایط که برای این دختر 16 ساله محصل آرمیتا به وجود اومده، این کار کوچیکی نیست، اتفاق کوچیکی هم به نظر من نیست. همین اتفاقا
که این همه جنجال به پا کرده. که نگاه کن چند تا وزیر امور خارجه کشورهای مختلف جهان در مورد صحبت میکنن، از سازمان‌های گوناگون حقوق بشر گرفته تا حقوق بشر سازمان ملل متحد به بعد صحبت میکنن. این خودش ناگزیر جمهوری اسلامی رو به نوعی به عقب نشینی وادار میکنه، چه بخوایم چه نخوایم. حتی شنیده شده که این نیروی حجاب‌بانان هم یواش یواش داره صحبتش این زمزمش اینه که برچیده بشه. چقدر این مسائل، البته من بخوام مقایسه کنم با انقلابای مختلف دنیا، همین چیزا بوده دیگه. از نمیدونم بهار عربی در تونس گرفته که یه نفر دستفروش کشته میشه تا نمیدونم خودش آتیش میزنه تا نمیدونم، حتی در انقلاب کبیر روسیه نگاه میکنیم همون اوائل با کشتن چند تعداد کمی از شهروندان عادی در مسکو و جاهای مختلف دیگه روسیه یک دفعه میبینیم که انقلاب جوش میخوره و شعله‌ور میشه. این نوع برخورده آقای مقدم با تجربه تاریخی که ما خوندیم و آکاداری هم دیدیم در زمان خودمون، فکر میکنید چقدر موثره؟ این حرکات نقش بسیار بسیار موثری داره، خیلی موثره، ولی به شرطی که جهت داده بشه. به صرف مبارزه با حجاب نمیشه جمهوری اسلامی رو ساقطش کرد. جمهوری اسلامی یک موجودیه به قول قدیمیام گفتم مثلا گربه مرتضی علی، از هر طرف اندازی چهار دست و پا میاد پایین. ممکنه فردا حتی همون مجلسی که لایحه بر علیه بی حجابی داده بود، وقتی ببینه حیاتش وابسته به اینه که مردم بی حجاب بشن، خانما بی حجاب بشن، یه لایحه هم میده، لایحه بی حجابی میذاره اسمشو. ما نرمش قهرمانانه کردیم، خواست ملت رو پذیرفتیم، از این به بعد هر کس آزاده، میخواد حجاب سرش بکنه یا نکنه. پس اینو نمیشه بر خلاف اونی که خیلی ها فکر میکنن پاشنه آشیل جمهوری اسلامی دونست. جمهوری اسلامی با حجاب سرنگون نمیشه، ولی سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه از مسئله حجاب شروع بشه و این مسئله سیاسی بشه، به جاهای باریکتر بکشه. همونطور که گفتم زنها بسیار بسیار نقش بالایی دارن تو این قضیه، و همینطور هم که میبینیم الان از پارسال به این طرف در واقع جمهوری اسلامی مسئله حجاب رو باخته، این قضیه حل شده است در ایران. در واقع اینا دارن آخرین تلاش های خودشون رو میکنن. حجاب خیلی وقت الان یک ساله که از ایران برچیده شده در اصل. شما در یوتیوب وقتی تصاویری که کسانی که به عنوان توریست رفتن تو ایران، اصلا هم مسئله حجاب براشون مهم نیست، به عنوان توریست ایرانی رفته اونجا و از ایران، تهران، شهرستان ها فیلم برداشته از تو خیابونا، به عنوان این که حتی رستوران رو مخواد نشون بده، اصلا قصدش این نیست که بی حجابی رو نشون بده، ولی وقتی شما این فیلم ها رو نگاه میکنید میبینید که نزدیک بالای 75% خانم ها بی حجاب دارن توی خیابونا میچرخن، از جلوی مامورای امنیتی بی حجاب رد میشن و جرئت نمیکنن به اینا چیزی بگن. رژیم میدون رو باخته در زمینه حجاب، فقط میخواد به عنوان آخرین حربه به مردم فشار بیشتری بیاره که اگر نتونه این کارو بکنه، حتی برای بقای خودش به نظر من راضی میشه از حجابم دست بکشه. بنابراین نگاه میکنم امروز روزیست که بیش از پیش واقعا صحبت از خانوما در مبارزه است. نگاه میکنیم میبینیم که نرگس محمدی، حالا گذشته از این که بعضی ها مخالف افکارش هستن و در واقع معتقدن که چون اصلاح طلب بوده، با رژیم بوده و و و زیاد خوشحال نیستن از جمله آقای مقدم، ولی که نگاه میکنیم که روز روز خانماست. همه مطبوعات ایران، تمام خبرگزاری ها، حالا از ایران میان بیرون، تمام جهان امروز صحبت یه حداقل چند خط در مورد زن ایرانی دارن. نمیشه گفتش که تقریبا میتونم بگم تمام وسایل ارتباط جمعی جهان، چون جایزه صلح نوبل رو یک ایرانی بهتر قطعا خبرش دادن و چون ایرانی بوده و چون زن بوده حتما یه توضیح هم در موردش دادن که این خانم کجاست و این خانم به چه روزی افتاده و به چه مناسبت این جایزه رو گرفته. بنابراین نگاه میکنیم که جمهوری اسلامی از نظر وسایل ارتباط جمعی در جهان داره آچمف میشه، داره فشار بهش میاد، داره له میشه.
و از اون برم نگاه میکنیم که آرمیتا هم شرایطی برای جمهوری اسلامی به وجود آورده که شرایط وحشت و ترس و دلهوره برای حکومته. بنابراین زنا خانم ها سال خوبه، زن زندگی آزادی رو، سال جدیدش رو، روزگار جدیدشون یک سال ازش گذشت، شروع مشعشعی رو داشتن. به همه بانوان ایرانی من شخصا صمیمانه شاد باش میگم. ممنونم جناب آقای اردلان مقدم که امروز با ما بودید، سپاسگزارم از تماشاگران عزیز که همراه ما بودن، و ممنون از جناب آقای امیرخان شهرتی کارگردان فنی گپ خودمانی در تلویزیون ملی پارس. و باز مجددا قبل از اینکه سپاس ویژم رو ادا بکنم، یک بار دیگه در مقابل زن ایرانی، مبارزاتش در آغاز دومین سال زن زندگی آزادی سر تعظیم بود. سپاس دارم، سپاس بیکران و درود دارم، درود بی پایان و ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. شب روزتون خوش.